دیدن گلها از نگاه روانی انسان را میتونه که به یک آرامش بسیار خوب برسن. بدون شک. به حال یک گزارش از گل داریم که آماده نشر است، با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. سلام و پگاهتان بخیر. امیدوار هستم پگاه خوب را آغاز کرده باشین در کنار همکارای ما در استودیو، و اما سریا در بیرون در آب و هوای بسیار خوب در کنار کسایی که زیبایی یا ظرافت ها را میفروشن، گل میفروشن. آمدیم امروز به جایی که گل های بسیار مقبول فروخته میشه و همگی ما میفهمیم که فصل گل هست و کسایی که مثلا تزیینات دوست دارد در خانش انواع گل ها پیدا میشه. بیاین ببینیم و معلومات ما را زیاد کنیم. اگر تصمیم به گل خریدن دارن اینجا را فراموش نکنید عزیزا. پس میریم به طرف حاجی صاحب. بله سلام علیکم. خوب هستین حاجی صاحب؟ زنده باشه بچه‌ها. امور رقم که شما هم بیننده هستین، ما به گل و نهال فروشی طلوع بهار آمده. با آمدن بهار گل ها نام خدا اینقدر مقبول شده که آدم از هر جای گل فروشی باشه، تیر باشه، حواس میکنه و پایان شود. ان شاء الله کامل تو باشه. خوب هست ان شاء الله حاجی صاحب. تشکر. سلامت باشین. ما رو میبرین داخل گلخانه مقبول؟ از خودتون بفرمایید. چند نوع گل اینجا موجود هست؟ این گلخانه تان از چی وقت حال فعال هست؟ البته از نوع گلای ما، خب ما 5-6 رقم گل داریم. روسی است، ایرانی است، ترکی است، افغانی است، هندی است. کیفیت گل کدام کشور بسیار بالاست؟ والا کیفیت ایندیا و ترکای کمی بیشتر است. اینه دیگه، اگه شما خواستن گل بخرین هندی و ترکی بخرن. پس دمای حرارت را میخواین در اینجا کنترل کنین تا گلاب سار خوب باشه، چقدر هست بر خودتون معلوم هست؟ حتی از 25 درجه تا 35 درجه حرارت اینجا کافی است. بهترین گلتان که دینمی گلخانه است بر ما نشان بتن. البته گلا خب همش بهترین است، هیچ گل را نمیشه اونمو بهترین بر ما نشان بتن. این بیرا هست که بیر بهترین گل است، مثلا این گلای چری بندا بهترین گلای هستن. اینا بهترین گل است، مثلا اینا گلای گوشواره است، بهترین هستن. کدام گل دوامش بسیار خوب است؟ یعنی دیر مدت هم گل میته هم سبز میمانه. گلبرگا است که یا دیرتر میمانه همیشه یا گل هستن. نامش گلبرگ هست؟ نامش گلبرگ است. بیاین در مورد قیمت های گلا بگویم حاجی صاحب. چقدر رنگ اینا مقبول است؟ این نامی گل چی هست و قیمت گل چند است؟ این گلا یا 300 افغانی است، اینا از 2500 افغانی است، و بیرا از 4500، 500، 600، 700 تو فرق میکنه قیمتاشون نسبت به اون. این گل چی است حاجی صاحب؟ یخک است. گل یخک. راستی هم کمون رقم دیدمش. نه یخک هایی که در اینجای خود خانم ها میمانه. من از همین گوشمارش دارم بیخی به همین گل است. باور کنیم تو رنگش هم زرد هست و واقعا چقدر مقبول هم هست. کاکتوس هم دارین در بین اینا؟ کاکتوس داریم خود. بگم پشت سرتان است. آجی صاحب اینا کاکتوس نیستن؟ یا کالیتوس هست، کاکتوس هست، بس از نوای دیگه ایش هست. خو یا گلای چیز هستن؟ قندیل هست. قندیل هست. از یک دانه خوردش نبود، من این طرف میگرفتم دادست. این کاکتوس گفته نامش چیست؟ آکالیتوس، کاکتوس، این چیزا نام دارن. فرق میکنه. داره با کاکتوس؟ فرق میکنه. چی فرق داره؟ خب نویتش فرق میکنه، جنسش فرق میکنه. یکیش مثل خار است، یکیش رقمی است، یکیش میگه در کنار قدر گلای مقبول باید خارها هم باشه بخاطر محافظتش. هیچ گل بی خار نیست. کاکتوس به نظر محافظ تمام گل است. بدون شک. دوستا بخاطر تزیینات خانه همیشه دوست داره آدم یک چیزای انتیک و یک چیزای زیبا رو داشته باشه. از گل که در فکر نکنم چیز زیباتر باشه بخاطر تزیینات خانه. گلا مثلا اونا رو میبینین، گلای یخ است که در وقت زمانی که برف میباره یخ میزنه اونا تازه گل میکنن. یکی در فصل یخی و سرما هستن اینا. اما تو خاصیت هم داره دوستا، وقتی آدم دست میزنه بسیار زخیم هست، یعنی هم برگایش و محالت چیش. آجزه در بین از اینا ای چیز؟ ای هم گلای تاج خروس هست. تاج خروس. خوب است همکارم تصویر بگیره از اینا هم که واقعا جالب جالب گلا هست. من مثلا در بین گل همی گل صد برگ و مرسل و این چیزا را میشناختم، اما گلای بسیار جالبی در اینجا بوده. این گلای مرسل هست پس؟ بله. چند نوع گل مرسل وجود داره؟ البته نوعش خودتون نمیتونه بگیم، شاید 17 نوع باشه چون رنگایش مختلف است. یکیش مثلا سرخ است، یکی جیگری است، یکی زرد است، یکی سفید است، دو رنگ است، حتی سیاه است.
سیاهی سیاه نیست، خب بخملی است تقریبا مثل نزینی است. این یاد باز شده؟ هنوز بازم نشده. آه. بله. امسال چطور بود خرید مردم، استقبال مردم از کار؟ کمان کنه این مسئله کرونا تو مردم های تو نگران ساخته. اگر نه همیشه مردم گل دوست دارن، مردم افغانستان با گل تربیت شدن، همیشه کسایی هستن که در خانه هایشان بسیار گل دارن، گل خانه های مقبول دارن. اگر شما خانه های مردم برین ببینین، بسیار گل های مقبول و زیبا بردن و چیز مردم هم خوب بوده. در خانه هم دارن ناجی صاحب تر گل خانه؟ البته در خانه بله، آقا گل خانه داره. کسی که گل پرورش میده در جایی که باشه هم تو گل واره دیگه همه چیز. یک تعداد گل ها ما در خانه میبریم برای زمستان، زمستان یا را قلمه میکنیم. از چقدر غمخواری میکنیم، چقدر چیز میکنیم که خراب نشن برای سال آینده انشاءالله باز داشته باشیم. بله. مشتری هایتان بیشتر از کدام قشر هست؟ کسایی که رستوران داره، کسایی که عاشق گل هست، کسایی که بر خانه میبرن؟ بله، تو چی بگویم؟ مشتری های ما از طبقه بالا هم هستن، از پایین هم هستن. کسایی که با گل عادت دارن، از باغبان ها و از زمیندار ها و خانه‌دار ها میبرن و اکثرا وکیل وکلا هستن که گل بیشتر میبرن مصرف شد. اگر ما مشتری تان باشم و از شما نظر بخوایم بر گل خریدن، چی رو پیشنهاد میکنین به ما؟ ولی من گلا رو کلش دوست دارم. یک دونه ویژه بر مثلا پیشنهاد کنین. یک گلی که همیشه بوی بده، همیشه حد داشته باشه. شما یک دونه از قندیل اگه ببرین در چیز بانین، در دالیز خانه بانین، یعنی مطمئن باشین که از بهترین عطر برخوردار است. این رو موجه همیشه تازه و خوشبو دروازه رو باز میکنه، بوی عطر است. میفهمم چرا این سوال کردم، به خاطر از اینکه در اول آج صاحب گفت که گل پرورش دادن مثل فرزندای آدم میمانه. از پدرو پرسان کنی کدام اولاد تا زیاد خوش داری، باز نمیگن، میگه کلگیشا خوش دارم. آج صاحب مال بر ما گفت که ما کلشو برات پیشنهاد میکنم. گلا عزیز است، گلا رو هر کد دوست داشته باشه، گل از بهترین چیز است. آج صاحب بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. سلامت باشین. رمضان برتان مبارک باشه. سلامت باشین. و شما همچنان چقدر حوصله دارین شما در این رمضان اومدین گل بخرید؟ ولا تر کار است که همی چیز از ما مرضم شده. شوقم شده. شوق بگوی، مرض بگوی، هر چیز. واسه خریدین گل؟ فعلا این گلای یک چیز خریدیم، یک دوره بردم. دیگه زیاد او دارم دیگه، خودم هم تربیت. خانه دارین؟ در خانه دارم، در باغ دارم. هنوزم خوشحال هستم که حاجی صاحب عبدالکریم واره کسایی هستن که در ماه رمضان با صبر و حوصله مندی میآیند، گل میخرن، در خانه میبرن برای دیکور دیزاین خانه. شما هم اینمی حوصله رو به خرج بدین، رمضان تانو نمانین که سرتان فشار بیاره. یکان روز این تو بیرون بیاین حاجی صاحب واره گل خریداری کنین. موفق باشین عزیزا. لذت بردم در کنار این آدمای مهربان بوده و گلای زیبا رو هم دیدیم. شما رو هم به الله میسپارم. خدا نگهدارتان. خدا کنه که لذت برده باشین از گزارش. خدا نگهدار.